وای دختر خودش نخود مخوش زده نمیشه. آره باید آره یعنی آره. خود دختره باید بخواد، یعنی تا نخواد امکان نداره. تینیجر طور نباشه دیگه، یعنی آره نه اونجوری نباشه دیگه. آره اونجوری نباشه، بیشتر استایلای دانشجویی، حالا یه استایل خانمانه شیک مرتب اونجوری بیشتر. مثلا با خانوادش اوکی باشه خیلی برام مهمه، چون اگه کسی با خانوادش خوب باشه با طرف مقابلش هم 100% خوب. نسبت به چی جذب میشید و برای شروع رابطه شما با چه رفتاری ببینید توی طرف مقابل؟ خب رفتاری که واقعا به قول درستان نباید اصلا خسیس باشه، آدم لارجی باشه، گیرای علکی نده که فکر کنه مثلا الان اومده همه کس و کارته، نه. و از نظرم حالا بهش فکر نکنم که چی باید بگه که من بخوام جذبش بشم، ولی خب مثلا اگه از لحاظ ظاهری اینا بخوام بگم که میگم بعد مثلا فیس خوبی داشته باشه، اخلاقش خوب باشه، قد بلند، قد بلند و اینا. تو چی فکر میکنی؟ منم اینکه زیاد خشک نباشه وقتی میریم بیرون و یکم حالا مهربونتر باشه و اینا، همین فقط. مثلا خشک نباشه یعنی چی؟ یعنی مثلا زیاد همینطوری مثل چیز نشینه، مثلا مثل چوب. آره دقیقا مثل یه چوب خشک نشینه. خب نه اینکه پر رو باشه. آره که خیلی بخواد دیگه از حد و مرز بگذره. معیارا خب بیشتر اینجوریه که مثلا اون فرد مورد نظر حالا دخترت خوبی باشه، با خانواده باشه، اینجور نباشه تا آخر شب بیرون باشه دیگه، خانواده دار باشه دیگه بیشتر همین، نه که حالا توقعش خیلی بالا باشه. مثلا منی که حالا بلفرس دانشجو هم فکر نکنه که حالا ما مثلا به جای وصلیم یا قراره نمیدونم مثلا هر جایی میریم ما حساب کنیم یا چیزا اینجوری، و بیشتر به نظرم همین چیزا میاره و اون رابطه رو قشنگ میکنه. اول گفتی خانواده خیلی برات مهمه، آره. بعد اینکه توقع زیادی از نظر مالی برات، آره دقیقاً توقع زیاد نداشته باشه چون ما خودمون به موقعش خرج میکنیم. بعد اینکه آره دیگه اینجوری حالا استایل و اینا هم که باز جای خودش داره. نباید ببینید که مثلا کلا کنسل میشه، چی باید ببینید که به هم نزدیک بشید؟ اگه ببینم طرف مقابلم داره دروغ میگه حس کنم. آره از کجا میفهمی؟ نمیدونم، حالا من همیشه حس میکنم بیشتر اوقات، مثلا حتی با دوستای دخترم هم اینجوری هم حس میکنم که مثلا طرف مقابل داره به هم دروغ میگه، یه جایی کارش میلنگه اینجوریه. حس شیشمش خیلی قویه. یعنی دروغ یعنی چیزی که هست بیشتر میخواد بگه من این هستم، مثلا این من این کارو کردم، تعریف کنه یا خیلی آدم گندگویی باشه به قولن. بعد چیه باید ببینید، چه رفتاری باید نشون بده که مثلا بگید این دیگه مثلا به من میخوره؟ اگه ببینم مثلا به خودم توجه داره یا مثلا نسبت به خانواده خودش توجه کافی رو داره، برام مثلا بهتره، اوکی تر هست. خیلی ها برشون مهمه که اون آقا پسر با مادرش، با پدرش، با خواهر برادرش چه ارتباطی داره. این براتون جالب بود دیگه. خودتون تجربه ای دارید که واقعا ملموس باشه بخواید بگید؟ مثلا بخواد بیتیغ باشه یا حالا دست به کارت نشه کنسل. دست به کارت نشه نه بشه نه نشه درست گفتم دیگه. بخواد یه بار دیگه بگیری؟ نه اول بیتیغ نباشه درسته، بعد دست به کارت نباشه این چی؟ یعنی یکی آقا قصد نداشته باشه بیتیغه دیگه، یعنی دائم مثلا ما بخوایم حالا فهمیدی مثلا معیارش چی باشه که به نظرت بیتیغه؟ خب بالاخره یه خرج کردنی باید باشه شما میری توی رابطه، در چه اندازه باید باشه؟ نه تیغیدن دیگه فرق میکنه، یعنی مثلا همیشه قرار باشه تو حساب کنی کنسل. آه در این حد. آره. مثلا دفعه دوم که رفتین بیرون باید اون حساب بکنه، تو بهش میگی مثلا؟ قاعدت من بهش نمیگم، ولی قاعدتا اگر خودش مثلا دیگه فهمیده باشه خودش دست به کارت میشه. آها یعنی باید یه تعارفی هم بزنه، اگر آره نزنه آخر. یعنی کلا یه دختری باشه که هیکلی، قیافه ای، اخلاقی هم به چیزی که تو فکرت نزدیک باشه بازم برات کنسله؟ آره یه جورایی.
آره دیگه آره. یعنی خیلی مهمه؟ خیلی مهم نیست، میدونی نشونه درک و فهم و اون چیز یعنی دختره داره، به پای که کلن از نظر فکریش میتونه آره. در مورد چیزای دیگه هم به معیاری که تو داری نزدیک باشه. فهمیدم. دیگه چیا به جز اون مالیه؟ رفتارش چطوری باشه؟ دختر باشه. والا الان چیزی توی ذهنم نیست. تجربه چیزی نداره. تجربه خودمونی باشه. مثلا زیاد خودشو نگیر. آره این اوکیه. خیلی فیس و افاده ای نباشه. پاشو بنداز رو پاش، من این کار کردم اینجوری بوده. بابام اینجوریه. بارک الله. دختر خاله‌م صحبت کنه. زیاد مثلا تهرانی حرف نزنه. همین دیگه. خیلی هم عالی. به نظر من اول از همه این که خوش استایل باشه و اینکه احترام طرف مقابل رو هم توی صحبت کردن نگه داره و بعدش هم اصلا خسیس نباشه. مثلا خسیس بودن رو توی چی میبینید؟ با چی کار بکنه که خسیس بهش بگیم نیست؟ مثلا اگه بخواد بره شیکاگو بخره، خب میبینه دیگه دو نفری، مثلا بره مثلا بپرسه که یه دونه شیکاگو بگیرم کافیه دوتا بگیرم؟ همین در همین حده شیکاگو چه توقع کن بازم کنسل. من گفتم مثلا چه توقعی داره؟ نه خب دیگه تو اینم خصیص بودنشو نشون میده. در ابعاد کوچیک آره میتونید بفهمید که چه جوریه. اینجوریه. بعد یه سوال خصوصی تر، اصلا چطوری مخ یه دختر زده میشه؟ خیلی ها اصلا نه یه چیزا خیلی مشکل دارن که چطور ارتباط برقرار کنن. حالا ما داریم خیلی عامیانش میگیم چطور یه مخ یکی رو بزنن دیگه. خیلی ها مشکل دارن. تا یه دختر خودش نخواد مخش زده نمیشه. باید یعنی خود دختر باید بخواد، یعنی تا نخواد امکان اصلا امکانش نیست. کسی مثلا اگه یهو بیاد تو خیابون سمتت خوشت بیادم، بازم از نظر من یه سری دخترها هستن که اصلا کلا دنبال این کارن، براشون فرق نداره کی هست کی نیست. ولی مثلا یه سری دیگه که خب اتفاقا الان خیلی هم تو جامعه ما افراد محدودی شدن، اینا به قول دوستم باید حتما خودت بخوای، چون مثلا الان که خیلی مزاحمت ایجاد میکنن و اینا، وقتی از لحاظ قلبی دلت نخواد واقعا یه حالت مثل مزاحمت شدید به وجود میاره. این دیگه آره حس بده دیگه، مخ زدن به حساب نمیاد. این که اول مصاحبم یعنی تا شروع بشم گفتن که دوستتون خیابون شروع رابطش، اصلا گفتم خیلی ما قبول نداریم. به نظرتون باید شروع یک رابطه خوب از کجا شروع بشه؟ دانشگاه، کلاس زبان، کتابخونه، یه کافیشا؟ نه. نه 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 نه، اینستا هم تو نمیدونی آدم چجوریه. اگر که بشناسیش اینستا، یعنی اگر یک شناخت قبلی داشته باشی، یه شناخت ازش داشته باشی، من از هم مثلا اینستاگرام جای خوبیه که تا رو در رو نیستید، ولی حتما باید یه شناخت از قبلش ازش داشته باشی. اگر نه توی جای فرهنگی من خودم بیشتر ترجیح میدم. نه تو خیابون. آره توی خیابون واقعا. ولی جای فرهنگی حداقل میدونی آدم یه چیزی از فرهنگ، یه چیزی از شعور سرش میشه اومده اینجا. چون اگه تو خیابون باشه خب واسه بقیه هم هست دیگه، یعنی مزاحمت واسه بقیه هم ایجاد میکنه. اون که اول صحبتتون گفتید یه فیس خوبی داشته باشه، یه هیکل و قد و اینا، بعد میگید فرهنگی، یه خورده تناقض نداره؟ یا مگه هر کی که خوشگله یا باید تکمیل بشه؟ مگه هر کی که خوشگله نمیره کتابخونه؟ اصلا نمیره. نه تو دید اول، مثلا تو دید اول شما چیکار میکنی؟ تو فکرش چی میگذره؟ اصلا به چی فکر میکنه؟ اصلا دغدغش چیه؟ من هیچ وقت تا وقتی که کامل با اون طرف آشنا نشم اصلا باهاش وارد رابطه نمیشم. یعنی باید شناخت 100% کنار، مثلا حداقل 90% ازش داشته باشم تا بخوام باهاش برم وارد یه رابطه احساسی بشم، که بعدش اگه مثلا خواستی موقع بعد بشناسمش که نمیره طرف دیگران، اون چیزایی که من میخوام کامل باشه از نظر من که دلمو نتونه مثلا بشکونه به راحتی. درست. آدمی باشه که از نظر خودم نتونه هیچ کاری کنه. چه استایلی مد نظر؟ استایلم خب بیشتر دیگه تینیجر تور نباشه دیگه، یعنی آره نه اونجوری نباشه دیگه، آره اونجوری نباشه، بیشتر استایل های دانشجویی، حالا یه استایل خانمانه شیک مرتب اونجوری بیشتر. حتما
یه مانتو کرمی با حالا اونم میتونه باشه قهوه‌ای اینا کلاسیک. آره ولی خب تیپ لاشو اینا دیگه نیست. نه اونا کنسله. خیلی عالی. حالا تو خودت چی می‌بینی که یه خانم دختر به نظرت معیاراش به تو بخوره؟ مثلا تو خودت چه معیار خوبی می‌بینی؟ معیار حالا بخوام اینجوری بگم خیلی هاش تعریف از خود میشه، ولی خب دیگه خیلی چیزا هست. یکی اینکه آدم مراقبه، یعنی کلن هر جا طرف نیاز داشته باشه دیگه پیششی، کنارشی تو هر شرایطی دیگه، هواشو داری. آره دیگه حامیشی، پشتشی، هواشو داری دیگه. اینکه همین متعهد بودن و چیزای اینجوری بیشتر. پس گفتید استایل، چه استایلی دوست دارید؟ مثلا شیاب توی استایل براتون مهمه؟ اول از آفرین، اول از همه کفشش، دوم شلوارش. چی باید باشه؟ اگه شلوار کارگو اینا باشه کنسله، کفش چه میدونم سخت و اینا که دیگه خدافظ. این سخت‌های فاز دیگه هست. نه خب دیگه کنسل بر. آره بیشتر لش باشه. آره کلاسیک اینا باشه. رفتار فقط خسیس بودن مهمه توی، خسیس نبودن توی رابطه مهمه دیگه؟ چی مثلا توی رابطه مهمه؟ توی یک رابطه از قرار اول اومدیم توی رابطه. خب توی رابطه اول از همه اینکه آدمو نپیچونه و اینکه اعتماد توی رابطه خیلی مهمه و اگه یک بار دروغ بگه 100% واقعا واسه من تمومه با همون یک بار. یعنی اولویت اول شما باید باشید، دوم و رو راست، و رو راست باید باشید. میگن نوشابه نریز و رو راست باید باتون باشه، درسته؟ شما هم به نظرتون همچین خصایص خوبو دارید که مد نظر خودته؟ چی؟ یعنی مثلا نمیپیچونی؟ بعضیا فقط حرف هم مثلا میگه منو نمیپیچونه، بهم خیانت نکن، بعد دیدی خودشون مثلا. من از خیانت کردن متنفرم و به خاطر همینم مثلا دلیل نمیدونم میخوام به کسی خیانت بکنم. تجربه همین که دیگه فقط مثلا با خانواده‌اش اوکی باشه خیلی برام مهمه، چون اگه کسی با خانواده‌اش خوب باشه با طرف مقابلش هم 100% خوب هست. و اینکه بعضی وقتا هم حس میشه که پسر بعضی جا باید خسیس باشه، بعضی جا نباید خسیس باشه، اینم خیلی مهمه مخصوصا الان. آه یعنی بدون مدیریت داشته باشه، یه جایی خرج کنه یه جایی نباید پولشو خرج بکنه. میتونید مثال بزنید مثلا با چی کار بکنه؟ مثلا برای خودش باشه، مثلا برای خودش، برای حالا کسی که دوستش داره به اندازه کافی خودشو بذاره، ولی خرجه الکی مثلا حالا زیاد از حد رفیق باز باشه و اینا زیاد خوب نیست. آره یعنی با رفیقام رفتم یه دفعه 2 میلیون خرجم شده، اینجوری نباشه. هر دو تومن که چیزی نیست، ولی خب بیشتر از هر نه تو ما مثلا چند بار میره مثلا میگه من 20 میلیون درآمد دارم 15 تومنش رفت. اینجوری نباشه دیگه، مخصوصا زندگی الان نباید اینجوری باشه. همین دیگه.